گلکسی A34 پایین رده جدید شرکت سامسونگ اینجاست تا دوباره موفقیت‌های قبلی این کلاس رو تکرار کنه. مشخصات و ظاهر این گوشی خیلی به نسل قبلیش یعنی گلکسی A33 شباهت داره و میشه انتظار داشت با رفع برخی از نواقص مدل قبلی بازم فروش بالایی رو تجربه کنه. سلام، من آرش افراسیابی هستم از سایت موبایل.ir و تو این بررسی میخوایم بیشتر با گلکسی A34 و مشخصات اون آشنا بشیم. گلکسی A34 رو شرکت تکنولایف برای بررسی در اختیار ما قرار داده. طراحی A34 بیشتر از اون که به A33 سال قبل شباهت داشته باشه، به A32 دو سال قبل و تا حدی به S23 سامسونگ نزدیکه. گلکسی A34 دو سطح صاف و بدون خمیدگی داره، اما نوار دور تا دور گوشی که مثل بخش پشتی از جنس پلاستیک بزرگ و برآمد است که حس یک گوشی کاملا حجیم و تو ذهن ایجاد میکنه. وزن A34 199 گرمه که حدود 13 گرم از A33 سال قبل سنگین تر شده. این گوشی تو 4 رنگ سبز لیمویی، خاکستری، ارغوانی و نقره‌ای ارائه میشه. بدن این گوشی با اینکه کاملا ماته، اما هنوزم کاملا در برابر اثرات انگشت مقاوم نیست. بخش پشتی و نوار دور تا دور دستگاه از جنس پلاستیک ساخته شدن که با وجود اینکه کاملا مات و غیر براقن، اما خیلی هم در برابر جذب چربی و اثرات انگشت مقاوم نیستن و به خصوص تو رنگ‌های تیره‌تر دستگاه این موضوع بیشتر به چشم میاد. اجزای دور تا دور گوشی فرقی نسبت به A33 نکردن و همون موارد قبلی مثل اسلات سیم کارت و کارت حافظه تو بخش بالایی و دکمه‌های پاور و تغییر صدا سمت راست گوشی قرار گرفتن. ضد آب بودن با درجه استاندارد IP67 یکی از نقاط قوت A33 سال قبل بود که خوشبختانه تو A34 هم تکرار شده. صفحه نمایش 6.6 اینچی سوپر امولد گوشی برای اولین بار نسبت به گوشی همرده سری 5ش یعنی A54 که 6.4 اینچی بزرگتر شده. حاشیه‌های دور تا دور این صفحه نمایش هنوز کوچیک و قابل قبولن و تو بخش بالایی هم یه بریدگی آشنای یو شکل وجود داره. تراکم این صفحه نمایش 390 پی پی آی که نسبت به A33 یه مقدار کمتر شده. کنتراست پنل مثل اکثر نمایشگرهای اولد کاملا بالاست و رنگ مشکی یک دستی ارائه میکنه. رنگ‌های این صفحه نمایش اشباع شدن، اما با گزینه نچرال میشه اونا رو طبیعی تر کرد. روشنایی صفحه نمایش تو فضاهای داخلی و تو حالت عادی تفاوت زیادی با A33 نداره، اما با انتخاب گزینه روشنایی خودکار به خصوص زیر نور مستقیم خورشید با شرایط کاملا بهتری روبرو میشیم و محتوای صفحه حتی تو این نور شدید هم خوانایی خودش رو حفظ میکنه. با اینکه بالاخره توی گوشی سری 3 سامسونگ از نرخ رفرش 120 هرتزی برای صفحه نمایش استفاده شده، اما این نرخ رفرش مثل پرچم‌دارا تطبیقی نیست و اگه اون رو 120 هرتز تنظیم کنید همه جا 120 هرتزه. خب این خیلی نکته منفی بزرگی به حساب میاد برای مصرف باتری و توی مصرف باتری تاثیر بزرگی میذاره. نرخ رفرش پیش‌فرض صفحه نمایش گلکسی A34 120 هرتز که نسبت به 90 هرتز A33 کیفیت بالاتری رو ایجاد میکنه. این نرخ بالاتر اما کاملا به ضرر مصرف باتری و اگه تو شرایطی که شارژ باتری کمه اون رو 60 هرتز یا استاندارد تنظیم کنین دوام باتری بالاتر میره. A34 به یه مجموعه اسپیکر استریو مجهز شده که یکی بالای صفحه نمایش اون یکی پایین گوشی کنار پورت USB دستگاهه. این گوشی مثل A33 جک 3.5 میلیمتری هدست نداره و برای اتصال هدست سیمی باید از پورت USB استفاده کرد. A34 از یه سنسور اثر انگشت نوری درون صفحه نمایش استفاده میکنه که ظاهرا فرق با A33 سال قبل نداره. فرآیند شناسایی اثر انگشت نسبتا سریع با یه انیمیشن جدیدی که حین انجام کار جابجا میشه. سرعت و دقت این سنسور تو شرایط نوری عادی قابل قبوله، اما زیر نور خورشید از دقتش کم میشه. رم گوشی 6 یا 8 گیگابایت و 128 یا 256 گیگابایت حافظه داخلی از نوع UFS 2.2 داره که میشه اونو با کارت حافظه مایکرو SD تا مقادیر بالاتر هم ارتقا داد. سیستم عامل گوشی نسخه 13 اندرویده که تا 4 نسخه بالاتر آپدیت میشه. رابط کاربری این سیستم عامل با نیوهای 5.1 که فعلا آخرین نسخه است، پوسته اختصاصی سامسونگ به حساب میاد و امکانات بالایی ارائه میکنه. شکل ظاهر منوهای دستگاه تفاوت بزرگی نسبت به قبل نکرد و اگه تجربه استفاده از گوشی‌های سامسونگی رو داشته باشید، همه چیز از صفحه هوم منوی نوتیفیکیشن بالایی با تاگل‌های متعدد و قابل جابجایی تا منوی اصلی با آیکون‌های مرتب شده تو ردیف‌های چارتایی با باکس جستجو و گزینه جذاب و کاربردی فایندر، منوی جانبی اچ پنلز با امکان اجرای همزمان دو برنامه و گزینه‌های مختلف جای گرفته تو منوهای متعدد بخش تنظیمات یا سettings تا حدود زیادی آشنا به نظر میان. گزینه انتخابی سامسونگ برای پردازنده A34 پروسسور 6 نانومتری دیمنسیتی 1080 شرکت مدیاتک با دو هسته A78 که فرکانسشون 200 مگاهرتز از اگزینوس 1280 A33 بیشتره.
گرافیک‌های 4 هسته‌ای مالیجی 68 این چیپست ها مشابه همن. فرکانس 2.6 گیگاهرتزی هسته‌های قوی‌تر A78 این چیپست امتیازهای به نسبت بالاتری و برای A34 نسبت به A33 سال قبل به همراه میارن که به وضوح تو تست گیک بنچ تو هر دو حالت تک هسته‌ای و چند هسته‌ای قابل تشخیصن. A34 با حضور گرافیک 4 هسته‌ای مالیجی 68 و ارتقای سرعت حافظه داخلی مشکلی برای اجرای اکثر بازی‌های گرافیکی و پیشرفته نداره و حین اجرا با افت فریم چندانی هم روبرو نمی‌شیم. میزان جزئیات گرافیکی و کیفیت اجرای افکت‌های بازی‌ها برای یک گوشی میان‌رده سطح پایین کاملاً قابل قبوله و با صدای استریو و فیدبک لرزشی مناسب کاربرای گیمینگ راضی نگه می‌داره. A34 موقع بازی یا استفاده طولانی مدت خیلی گرم نمیشه که اینم باید به نکات مثبت گوشی تو این قسمت اضافه کرد. سامسونگ تغییری تو ظرفیت باتری گوشی نسبت به قبل نداد و گلکسی A34 هم با یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی روانه بازار شده. یه بار شارژ این باتری به گفته شرکت سامسونگ میتونه تا 2 روز انرژی مورد نیاز دستگاه تامین کنه، اما این دوام مطمئناً به نوع استفاده شما بستگی داره. تو تست عملی این باتری تو سخت‌ترین شرایط همیشه یه روز کامل از گوشی استفاده کرد و با کم شدن استفاده این دوام بیشتر هم میشه. سامسونگ اعتقادی به ارائه شارژر همراه گوشی نداره و اگه بخواید گوشیتون رو با حداکثر سرعت شارژ کنید باید یکی از اینا، یعنی شارژر استاندارد 25 واتی سامسونگ رو به صورت جداگونه تهیه کنید. با این شارژر حدودا 90 دقیقه طول میکشه تا گوشیتون به طور کامل شارژ بشه. دوربین 48 مگاپیکسلی اصلی گوشی مجهز به OIS و یه دوربین 8 مگاپیکسلی اولترا واید و یه 5 مگاپیکسلی ماکرو هم تو این قسمت دیده میشن. این دقیقاً همون دوربینای A33 نسل قبلیه که حالا فقط سنسور عمق میدان ازش حذف شده. عکسای 12 مگاپیکسلی دوربین اصلی تو نور خوب براق و پررنگن و با نویز کم جزئیات زیاد و طیف دینامیکی گسترده‌ای دارن. عکسای دوربین 8 مگاپیکسلی اولترا واید روشن‌ترن اما جزئیات و کنتراستشون کمتره و موقع حذف نویز جزئیات اصلیشون هم حذف میشه. دوربین ماکرو فوکوس خودکار نداره اما اگه فاصله مناسبی از سوژه داشته باشه میتونه عکسای نسبتاً قابل قبولی تو این کلاس بگیره. جزئیات نچندان بالای عکسای اتوماتیک دوربین اصلی تو شب با فعال کردن نایت مود بهتر میشه اما هنوز اثرات نویز توشون مشهوده. عکسای شب دوربین اولترا واید چه تو حالت اتوماتیک و چه حالت شب خیلی فوق‌العاده نیستن و جزئیات کم و نویز بالایی نشون میدن. لرزگیر اپتیکال یا OIS مثل بقیه دوربینای سامسونگ تو این کلاس فقط برای دوربین اصلی تو وضوع 1080p با 30 فریم در ثانیه در دسترس قرار داره و تو بقیه وضوع اهم از 4K با 30 فریم در ثانیه یا 1080p با 60 فریم در ثانیه این گزینه در دسترس نیست. رنگ و جزئیات ویدئوهای فول اچ دی 30 فریمی دوربین اصلی مثل عکساش اما لرزششون ناچیزه. تو نرخ 60 فریم جزئیات خیلی تفاوت نمیکنه اما حرکت روان‌تر میشه. تو وضوع 4K با وجود جزئیات بیشتر به دلیل نبود OIS لرزش‌ها بیشتره. کیفیت ویدئوهای فول اچ دی دوربین اولترا واید نازل و حساب چندانی نمیشه روشون کرد. خب اینم از گلکسی A34 مدلی که تقریبا همه امکاناتش از دوربینای اصلی و سلفی گرفته تا باتری و شارژر و حتی تا حدودی پردازندش به مدل A33 سال گذشته شباهت داره. اگه بعضی از اختلافات کوچیک و بزرگ کنار بذاریم تنها تفاوت اون نسبت به A33 سال قبل بزرگتر شدن اندازه صفحه نمایش و نرخ رفرش 120 هرتزی اونه. اگه به اطلاعات بیشتری راجع به این گوشی احتیاج دارید میتونید به بررسی متنی تخصصی گلکسی A34 تو سایت موبایل داتایا مراجعه کنید که زیر همین ویدیو لینکش براتون گذاشته شده. ممنون از همراهیتون، با امید دیدار.